تصاویر زنده از جلسه شورای امنیت سازمان ملل رو با ترجمه همزمان میدیدید و میشنیدید. بردیا افشین اکرم در استودیو با ما همراه شده. بردیا، تا همین یه دقیقه پیش دیدم که گوشت بود داشتی گوش میدادی که دقیقاً تو این جلسه داره چه میگذره، تا این لحظه چه موضوعاتی مطرح شده؟ همونجوری که خودت اشاره کردی، حضور سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بسیار چشمگیره. بنابراین خوبه که به حرفی که او مطرح کرد اشاره کنیم. سرگئی لاوروف به اوکراین تاخت، به غرب حمله کرد، به خصوص به ایالات متحده آمریکا، و انتقادهای زیادی رو روانه اتحادیه اروپا کرد متحدینش و گفتش که اونها که نمیخوان به عقیده او صلح برقرار شه در اوکراین، و برای همین اون چیزی که روسیه از اول یک عملیات ویژه نظامی خونده رو گفته که اونها روسیه همچنان ادامه میده و متوقف نخواهد کرد، و البته از این نگفتش که روسیه آیا برای صلح چه خواهد کرد یا خیر. اما جالب اینجاست، انتقادهایی که حمله هایی که به ایالات متحده آمریکا میکرد این بود، اینکه به عقیده او اون چیزی که الان در جبهه های جنگ رخ میده، در واقع جنگ ایالات متحده آمریکاست با نیروهای نیابتی اوکراینیش علیه روسیه، و اون رو در واقع جنگی برای علیه فرهنگ و ماهیت روسیه خونده. گفته که این تصوری که به عقیده او غربی ها دارن به شکل میدن و دامن زدن که این جنگ در واقع به عقیده او و به عقیده غربی ها جنگی است برای ماهیت اوکراین، هویت اوکراین و موجودیت اوکراین، به عقیده او گفتش که اینطوری نیست. گفتش که اگر اولا فکر می‌کنه که با آمریکا در جنگ دارن. دقیقاً همینطوره. میگه که غربی ها میگن که اگر روسیه جنگو کنار بگذاره صلح برقرار میشه. او میگه که اگر روسیه جنگ رو کنار بگذاره اون غربی ها که هویت و ماهیت روسیه رو کنار میگذارن. و در ادامه حملهش خیلی جالب اشاره کرد، گفتش که اونجوری که مقامات ایالات متحده آمریکا میگن که مطمئناً مقامات ایالات متحده آمریکا این رو رد خواهند کرد، این جنگ برای اونها منافع مالی داشته، اقتصاد اونها رو به گردش در میاره و باعث حتی اشتغال زایی در ایالات متحده آمریکا میشه. و همینطور گفتم به اتحادیه اروپا هم تاخت، گفتش که اتحادیه اروپا سکوت کرده و فقط دنبال روی اهداف و امیال ایالات متحده آمریکا است. متشکرم از تو بردیا افشین، اینجا در استودیو همراه ما. ممنون.